A, B, Alpha, Delta, Theta. خب این A, B من، این A, B من همون مساحت اولیمه، این دلتا تتا هم که دارم، این دلتا تتا هم که دارم، اینجا دو تا آلفا برای من میمونه، دو تا آلفا برای من میمونه. خب این دو تا آلفا به من نشون میده که آلفا پریم من، آلفا پریم من برابر با دو آلفا خواهد بود، برابر با دو آلفا خواهد بود. حالا این یکم بعیده ها بخواد تو امتحاناتون میاد، چون سطحش خیلی بالاست، خیلی بالاست، باز یه ذره سوال عجیب غریبیه برای اینکه تو امتحاناتون بیاد، ولی حالا گفتم که این رو بلد باشی. خب خب این هستی. دستمال کاغذی بس کن. اوکی، چرا دلتا ای رو یک صدم در نظر نگرفتم بچه؟ مثال زدم، گفتم دلتا ای و دلتا بی یه عدد خیلی ریزن، چون مقدار تغییر طول ما یه مقدار خیلی کمیه. خب وقتی این کمه، دو تا کم تو هم ضرب بشن باز خیلی کمتر میشن، و همین خاطر از ضرب اینها ما میتونیم صرف نظر بکنیم، این تقریب بزنیم، تقریبا گفته تقریبا آلفا پریم دو آلفا، یعنی در واقعیت هم تقریبا ضریب انبساط سطحی دو تا ضریب انبساط طولیه، تقریبا اینجوریه. خب بریم جلو، بریم جلو بچه. با سوالاتی قرار سر کار داشته باشیم که باز خیلی هاشون عدد هاشون خیلی جالب نیست، عدد هاشون خیلی جالب نیست، و باز خدا رو شکر که خیلیاتون گفتید که میتونید از ماشین حسابم استفاده بکنید، که اگه احیانا جالب نبود بتونید سوالات رو دیگه با چالش محاسبات توی امتحان تشریحی مواجه نشید. سوال 15 میگه طول یک میله مسی در دمای 50 درجه سلسیوس اینقدره. پس ببین ال یکمه و در دمای اینم تتا یکمه، و در دمای 200 درجه سلسیوس اینقدره ال دومه. میگه ضریب انبساط طولی مس را محاسبه بکنید. خب بچه ها من از چه فرمولی، اول فرمولم باید بنویسم دیگه، از چه فرمولی میتونم استفاده کنم؟ دلتا ال، دلتا ال رو دارم دیگه، وقتی ال یک دارم ال دو دارم میتونم از دلتا ال استفاده بکنم. دوست نداشتی میتونی از فرمول ال دو هم استفاده بکنی، بنویسی ال دو مساوی با ال یک در یک علاوه آلفا دلتا تتا. معمولا فرمول دلتا ایمون از نظر محاسباتی راحت ترن، چون یه پرانتز داره اون باید توش ضرب بشه. خب دلتا ال برابره با ال یک آلفا دلتا تتا. ما الان همه چیز رو داریم، فقط آلفا رو نداریم که سوال دقیقا همین رو از ما میخواد. در نتیجه دلتا المون بچه ها دو ممیزه دو صفر 16، دو ممیزه دو صفر 64، اینا رو از هم کم بکنیم میشه دو صفر 64 منهای 16 میشه 48 میشه 48 48 ده هزارم مساویه با ال یکمون هم که داریم، دو ممیزه 16 ده هزارم دو صفر 16 ضرب در آلفامون رو که میخواهیم، ضرب در دمامون بچه ها از 50 شده 200، دلتا تتا یعنی تتا دو منهای تتا، حواست باشه دومی منهای اولیه باید بکنی، میشه 200 منهای 50 یعنی 150. الحمدلله رب العالمین که ماشین حساب دارید و از اینجا میتونید آلفا رو به دست بیارید. حالا تقریبا میشه تقریبا حدود 16 میشه 16 3 تا 10 به طور منفی 6 16 در 10 به طور منفی 6. اما واحد، داستان واحد، واحد آلفا رو بچه ها بهتون بگم چیه. واحد آلفا یک بر درجه سلسیوس یا یک بر کلوینه، جفتش درسته، یک بر درجه سلسیوس یا یک بر کلوین، اینو باید بنویسی، یکیشو بنویس، هر کدوم دوست داشتی بنویس، جفتش درسته، یک بر درجه سلسیوس یا یک بر کلوین، ولی حتما باید بنویسی هر کدوم دوست داشتی، جفتشو بنویس، جفتشو بنویس.
قسمت ب میگه طول این میله در دمای 0 درجه سلسیوس رو محاسبه کنید. ببین طولش در یک دمای خاصی رو میخواد. استاد خب اگه جسمون بزرگ باشه